رژیم خمینی جز اشک و خون چه تحفه‌ای برای این ملت آورده است و کدام دریچه امیدی را بر او باز کرده است؟ بر این 10 سال از توشه‌های عظیمی که ملت با تلاش‌های خود طی نسل‌ها گرد آورده بود، رژیم ویرانگر چه باقی گذاشته است؟ چه سرمایه ملی، چه بنا و یادگار تاریخی این وطن است که از دستبرد رژیم و از تاراج وحشیانه عمال آن مصون مانده باشد؟ امروز کدام کشاورز و کدام کارگر ایرانی، کدام کارمند زحمتکش ایرانی است که دلش از این اوضاع نابسامان، از این مصیبت 10 ساله خون نباشد و به خاطر آنچه که این قاصبان از او، از حقوق او، از رفاه و آسودگی او را بودند، خود را قربانی این فاجعه نداند؟ چه کسی میتواند ضربه های هولناکی را که این رژیم به حیثیت فرهنگیان، به حقوق دانشگاهیان، به نهادهای آموزش و پرورش، به آزادی اندیشه و بیان زده است، حتی تصور کند و اندازه بگیرد؟ چرا ایران نباید بتواند نفت، این گرانبهاترین منبع طبیعی خود را، به بهای عادلانه در جهان بفروشد و از عواید آن برای رفع نیازهای اساسی جامعه استفاده کند؟ چرا باید عراق با 1/3 جمعیت و مساحت ایران مدعی برابری با ما در تولید نفت شود؟ چرا باید ایران، کشوری که دیروز عضو نیرومند و شاهین ترازوی اوپک بود، امروز تنها و دست بسته مانده باشد و به تصمیمات دیگر اعضای اوپک این چنین عاجزانه گردن نهد؟ آیا ملت ایران تغییر ماهیت داده است؟ آیا نیروهای مسلح ایران در جانبازی به خاطر وطن کوتاهی کرده اند؟ کم قربانی داده اند؟ چرا باید عراق امروز به جای پرداخت غرامت به ایران نازشست دریافت کند و حتی مدعی حاکمیت بر اروندرود شود؟ مگر این همان ایران، همان کشوری نیست که در 1975 توانست با انعقاد یک قرارداد رسمی به دعاوی حقه و تاریخیش بر اروندرود دست یابد؟ چرا باید ارتش نیرومند ما این چنین توانایی خود را برای دفاع از وطن از دست داده باشد؟ چرا باید در پایان قرن 20 زنان ایران به شهروندان بی حقوق و منزلت مبدل گردند و از همه آزادی های انسانی و مسلم خود بی نصیب شوند؟ و مهمتر از همه، چرا باید هنگامی که همسایگان ما، همسایگان مسلمان ما از ترکیه تا پاکستان شاهد رشد نهال آزادی و استقرار حکومت‌های مردمی هستند، ملت ما، ملتی که نزدیک به 1 قرن پیش سردمدار آزادی و عدالت در منطقه شد، این چنین در چنگ خودکامه‌ترین حکومت تاریخ خود دست و پا زند؟ این چراها پایان ندارد و فاجعه ها، ویرانی هایی که در این 10 سال بر مردم ایران و بر سرزمین پهناور و زرخیز ما رفته است، باور نکردنی است. باور نکردنی است که در کشوری که رشد اقتصادیش
زبان زد دنیا بود، در کشوری که دارای چنین منابع سرشار، چنان نیروی انسانی با استعداد و با تجربه است، امروز این همه درماندگی، این همه نابسامانی مسلط شده باشد. باور نکردنی تر آن است که با این همه ویرانی و فقر، نزدیک به نیمی از نیروهای کار مملکت بیکار و نیمی از کارخانه ها و کارگاه های کشور تعطیل و نیمه تعطیل باشند. امروز از کدام قشر و طبقه‌ای در جامعه 50 میلیونی کشور ما میتوان نام برد که قربانی سوء سیاست ها، دشمنی ها و تبهکاری های این رژیم نبوده است؟ آیا میتوان گفت که میلیون ها کارمند شریف و زحمتکش دولت قربانی نبوده اند؟ آنچه بر سر آنها آمده است باور نکردنی است.